سلام به شما مهرابکس خفن خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه توی این ویدیو میخوام به سوالات پرتکراری که این روزو از من میشه جواب بدم یه سوال است که مثلا میبینی صد نفر در روز از من جاهای مختلف میپرسن پس چه بهتر که یه ویدیو درست کنیم و توی ویدیو به این سوالا جواب بدیم این ویدیو به من همراه باشید. آره شما میتونید به تیم وو یه سر بزنید و در حال حاضر به بالاترین قیمت ممکن گلد و گیم تایمتونو به تیم وو آنلاین رد کنید بره دیگه. چی بهتر از این؟ همچنین میتونید با پرداخت 300 تومان تومن توی پیش خرید وارویتین شرکت کنید و توی قوره کشی ماهانه وارویتین هم شرکت کنید دیگه چی بهتر از این لینکشون همین پایین تو دیسکریپشن هست بهشون یه سر بزنید <تصفح> یه سری سوال هست که از من خیلی میپرسن مثلا مثل, مثل اینکه آقا الان من هیرو لول کنم تو دراگون فلایت مثلا براش پرفشن بگیرم براش آیتم بگیرم براش این کارو کنم براش کارو کنم آیا هیروم توی وارویتینم میاد یا نه کلا دیلیت اول از اول همه کار جامدم کنید دوستان هر چیزی که شما توی دراگون فلات داشته باشید، پرفشن، آیتم لیVELاب هر چیزی که روی هیروی شما باشه، هیروی شما کامل منتقل میشه به وارویتین. خب این توضیحی که من دادم شاید یه سریا رو گیج کنه و طرف خوش بیه خب اگه همه چی از دراگون فلت میره به وارویتین پس من همین الان برم پرفشنم و لیول کنم نالج بگیرم که وقتی رفت توی وارویتین با یه پرفشن لول بالاتری وارد وارویتین شد. مسئله مهم اینه پرفشن شما لیول میشه ولی وقتی شما میایی توی وارویتین یک پرفشن جدید به بازی اضافه میشه که شما دوباره از اول بعد باید اون پرفشن جدید رو بگیرید و هر چقدر پرفشن دراگون فلت رو لیول کرده باشید دیگه توی این به دردتون نمیخوره پس آقا پرفشن تو دراگون فلایت لول کنید اون پرفشن لول اپ شده همراه شما میاد به وار ولی به دردتون دیگه نمیخوره چون شما باید یه پرفشن جدیدی رو توی وار ویتین بگیرید این از این پس هر چی توی هیروتون هست همراه هیروتون میمونه ولی یه سری چیزا بی ارزش میشه مثلا آیتم لول حداقلی باید داشته باشی واسه لول اپ کردن ولی وقتی لولت از 70 میشه 80 دیگه اون آیتم لول قبلی رو باید بندازید دور چون آیتم لول جدید اومده و همه چیزم هم, هم به همین صورت هر چیزی که واسه هیروت گرفته باشی قدیمی میشه و یک مدل جدید میاد شما از شما باید برید مدل جدیدش رو بگیرید پس گرفتن یه سری چیزا بی ارزشه مثلا شما الان میخوای پرفشن لول اپ کنی وقت تو تلف کردی چون پرفشن جدید میاد بخواید آیتم لول بگیری خیلی وقت تو تلف نکردی تا یه حد خاصی آیتم لول گرفتن کافیه واسه اینکه فقط بتونید راحت تر بدن لول 70 تا 80 لول اپ کنید لولتون که 80 شه کلا اون آیتم لولی که توی درا... دراگون فلوت گرفتید رو بعد بندازید دور حتی اگه آیتم لژندری باشه و خفن ترین آیتم رید باشه این تا اینجا یه توضیح کلی در مورد اینکه آقا شما هر چیزی که داشته باشید باهاتون منتقل میشه به وارویتین ولی توی وارویتین یه سری آپدیت های جدید به بازی اضافه میشه که خب اون آپدیت های قدیمی رو یوزلس میکنه مثل پرفشن جدید مثل آیتم جدید و هر چیزی که فکرشو بکنید نسخه جدیدش میاد و نسخه های قدیمیش بی مصرف میشن این تا اینجا حالا سوالی که خیلی از من میپرسن اینه آقا دسترسی زودتری که ما میتونیم بگیریم این نسخه اپیک که دسترسی زودتر به ما میده اگه این نسخه اپیکو بخریم آیا میتونیم تو اون دسترسی زودتر فارم کنیم آیا میتونیم پرفشن بگیریم آیا میتونیم پرفشنمون رو لول کنیم آیا میتونیم واسه پرفشنمون نالج بگیریم تو اون چهار روز زودتر اصلا تو اون چهار روز زودتری که دسترسی به ما میده بلیزارد ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم خب دوستان من پست ووهد آوردم پستی که جدیدم میتونم مال 10 15 روز پیشه چیزی که اینجا نوشته گفته که شما نسخه اپیکو که میخری سه روز دسترسی زودتر داریم که متوجه شدیم به جای سه روز چهار روز دسترسی زودتره و طبق چیزی که خودشون گفتن گفتن که ما تمام سعی خودمون رو کردیم که این دسترسی زودتری که میدیم تفاوت عمده با کسی که دسترسی زودتر نداره ایجاد نشه براش و فقط صرفا واسه لول باشه و اینجا می‌بینیم که نوشته The yeah, primary purpose of the early access period is for leveling. میگه تنها هدف ما واسه دسترسی زودتر فقط واسه لول اپ. Player will be unable to do mythic mythic plus. پلیر ها نمیتونن دانجن میتیک و میتیک پلاس بزنن. Loot the best item from raves. یه سری آیتم های بست یا بی یا یه سری آیتم های خیلی خفن که از ریر ها دراپ میشن توی ارلی اکسس دراپ نمیشن یعنی کلا دراپ آیتم توی ارلی اکسس کمتر از حالت عادیه اکسس ویکلی پرفیشن کول دانز ام پرفیشن اسپ... پوینت یعنی چی؟ یعنی اینکه شما کولدان های پرفشن رو تو نمیتونی استفاده کنی و از تلنت پوینت پرفشن هم توی ارلی اکسس نمیتونید استفاده کنید پس ال اکسس با این توضیحاتی که به ما داد چه چیزایی توش بسته است دانجن توش بسته است دانجن نورمال توش بازه دانجن میتیک و میتیک پلاس توش بسته است کلا دراپ آیتم مخصوصا دراپ آیتم های خفن که از ریل ها دراپ میشه کمتره و تا خود نسخه اصلی آیتم های اصلی دراپ نمیشه و سه پرفشن ها محدودیت دارن خب یعنی شما میتونی بری پرفشن رو لرن کنی پرفشن رو بگیری حتی میتونی پرفشن رو لول اپ کنی ولی یه سری کولدان ها دارن پرفشن ها مثلا مثل آلچمی و تیلورینگ از کولدان های پرفشنت نمیتونی استفاده کنی و دو تالنت پوینت واسه پرفشنت نمیتونی بگیری اون بخش تالنت پوینت پرفشنت باز نمیشه این به چه معنیه به این معنیه که شما میتونید یه سری فارما رو انجام بدید یعنی مثلا شما میتونید برید پرفشن هربالیسم و ماینینگ بگیرید تو مپ برید هربو ماین کنید یا میتونید برید پرفشن اسکینینگ بگیرید تو مپ برید شروع کنید اسکینینگ کردن یا هر پرفشن دیگه میتونید بگیرید و شروع کنید لول کردن ولی خب تالنت پوینتش رو نمیتونید بگیرید تا وقتی که خود ارلی Access بیاد و چیزی که من میدونم و متوجه شدم شما تو ارلی اکسس نالج براتون دراپ میکنه مثلا یه کوستی میزنی اولین هر تو میکنی یا اولین کرافت تو میزنی رو بهت میده ولی اون نالج رو نمیتونی یوز کنی چهار روز بعد که دسترسی اصلی باز میشه شما میتونی یهو همه نالج ها رو یوز کنی پس دسترسی زودتر ارزش داره از نظر من 100 درصد ارزش داره درسته که کلا دراپ آیتم تو دسترسی کمتر از ریر ها کمتره دو شما نمیتونید تالنت پوینت واسه پرفشنتون بگیرید شما نمیتونید کولدان cool های پرفشنتون مثل کولدان cool آلچمی تیلورینگ رو استفاده کنید ولی شما میتونید پرفشنتون رو لول اپ کنید شما میتونید به جلو جلو هرب کنید ماین کنید و فارم کنید خب درسته فارمی که شما توی نسخه اصلی میتونید بکنید با تالنت پوینت ها خیلی بیشتره ولی با یه پرفشن 0 کیلومتر حداقل شما روزهای اول فارم کنید و فارم های روز اول به شدت ین که قیمته فضایی داره شما میتونید نالج پوینت جلو بیافتید شما میتونید لول پرفشنتون جلو بیافتید شما میتونید لول هیروی خودتون جلو بیافتید طبق تجربه من لول اپ بین لول 7 تا 80 اگه بخوایم مثل دراگون فلای در نظرش بگیریم لول 60 تا 70 یعنی 10 تا لول آخر یه چیزی بین 12 ساعت تا 20 ساعت طول میکشید بستگی به اون شخصی که داشتین کار کارو انجام میداد یکی دستش تون بود تو 12 ساعت تون تون لول اپ میکرد یکی دستش کند بود 20 ساعت طول میکشید تا لول اپ کنه خب اگه دست شما تند باشه تو این چهار روز شما دو سه تا هیرو میتونی لول کنی به سادگی هر چه تمام تر سه تا هیرو میتونی لول کنی یا اصلا نمیتونی یکی دو تا هیرو لول اپ کنی و اون دو روزی که مونده رو بری پرفشننتو تو لول کنی نالج جمع کنی واسه پرفشن فارم کنی حتی پس ارزش داره ارلی اکسس به نظر من ارزش داره ارلی ولی اگه پلیر تازه وارد هستی اگه تازه با بازی آشنا شدی اگه اصلا نمیدونی این چیزایی که من دارم میگم یعنی چی ارلی اکسس به درد شماها نمیخوره ارلی اکسس به درد پلیر حرفه ای میخوره که دستش واقعا تنده و از همون روز اولی که میاد تو بازی میدونه میخواد چیکار کنه و یک ثانیه هم وقت خودش رو تلف نمیکنه پلیری که تازه وارده با این مفاهیمی که من در مورد صحبت کردم زیاد آشنایی نداره ارلی اکسس خیلی به دردش نمیخوره بعد ببینید بهتون به بگم که قیمتش هم خیلی متفاوته اگه اشتباه کنم. نسخه بیس دو خورده نسخه اپیک 5 میلیون خورده ای یعنی شما انگار دو تا نسخه بیس داری میخرید فقط واسه همون 4 روز دسترسی زودتر پس پلیرایی که خیلی حرفه ای هستن میتونن همون دو میلیون خورده ای رو تو همون دو روز در بیارن و اون پولی که بابت ارلی اکسس دادن رو جبران کنن ولی پلیرایی که حرفه ای نیستن قطعا ضرر میکنن با خریدن ارلی اکسس همون نسخه بیس رو بخرن براشون خیلی بهتره نسخه هیرویک که قبلا در موردش صحبت کردیم به هیچ وجه نسخه هیرویک نخرید که هیچ ارزشی نداره شما نسخه بیس رو بخری بهتون بوست لول اپ هم میده دیگه نسخه هیرویک واسه چی میخوای بخری اصلا سعی کردم تو این ویدیو به این سوال جواب بدم خیلی ازم میپرسیدن که آقا ارلی اکسس چه چی چیکار میتونیم توش بکنیم چیکار میتونیم پوش بکنیم امیدوارم تو این ویدیو جواب سوالتون گرفته باشید و نظرتون در مورد کیفیت دوربین جدیدم چیه بچا تو کامنت ها بنویسید آیا کیفیت دوربین خوب شده یا چی ماچ بکله همتون و خدا نگهدار